ما رویاهای شما را در کشور جذاب ترکیه به واقعیت تبدیل می کنیم. از لحظه انتخاب لباس عروس تا سفر شیرازه شما، ما با شما هستیم. ما در انتخاب هتل، بهترین سرویس غذایی، خاص‌ترین لباس، نوب‌ترین گلسازی، بهترین پرودکشن به خاطر تصویربرداری محافل شما و انتخاب آوازخوان‌ها، ما با شما هستیم. با ما خاص باشید. همچنان افغان ترک میشن خدمات خریداری خانه و وسایل، خدمات صحی، ساخت اعلانات بازرگانی، برگزاری کنسرت ها و همچنان خدمات انتقال اموال و اجناس شما از ترکیه به افغانستان، اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای آسیایی را دارد. افغان ترک میشن دریچه حل مشکلات شما. سلام و شبتان بخیر هموطنان عزیز. خدا کنه که خداوند نماز و روزه هایتان را مورد قبول درگاه خود قرار داده باشه، تنتان را سالم کنه، جیبتان را پر از پول کنه، زندگیتان را سرشار از آسایش و آرامش کنه. در شب عیدی هیچ دغدغه دیگری نداشته باشید در هر کجای دنیا که هستید، بجز از اینکه چی بخرید، چی بپوشید، چی بخورید، کجا سفر کنید. هر چندی که تقریبا یک آرزوست، اما خداوند خدایی است که آرزوها را میتونه که خیلی زود و آنی برآورده کنه. چقدر خوب است که امشب در شروع بریم به استانبول، به جایی که مارشال عبدالرشید دوستوم، محمد محقق، یونس قانونی، عطا محمد نور همه نشستند در یک خانه و جلسه میگیرن بر سر آینده، اما ما با او خانه کاری نداریم. در کنار خانه آنها خانه دوتا هنرمند است که چه خوب میخوانند از افغانستان. باور کنید دوست داشتنی هستند. بریم موسیقی بشنویم، موسیقی از استانبول. برکت ها به مو خانه گلی بود، جمع جوش ها به دور صندلی بود، میان آدمان بود اک صداقت، رفاقت بود محبت هم دلی بود، میان آدمان بود اک صداقت، رفاقت بود محبت هم دلی بود. یکی از عاشقان افسانه می گفت، دیگر از قصه جانانه می گفت، میان داغ خانه شمع می‌سوخت، عروسان گرفت نشسته جام می‌دوخت، میان داغ خانه شمع می‌سوخت، عروسان گرفت نشسته جام کنار صندلی جمع نشسته، که سفره پر زنان بود مرغ بیریان، که سفره پر زنان بود مرغ بیریان. برکت ها به مو خانه گلی بود، جمع جوش ها به دور صندلی بود، میان آدمان بود در صداقت، رفاقت بود محبت هم دلی بود، رفاقت بود محبت هم دلی بود. میان شهر ده را دراز بود، به هر ده
ولی از عاشقان افسانه میگم دیگر از قصه جانانه میگم دیان باقی خانه شم میسو عروسان گرد نشست جامه میدو میان داقی خانه شم میسو عروسان گرد نشست جامه میدو برکت ها بمو خانه گیلی بود جم جوش ها به دور سندلی بود میان آدمان بود اک صداقت رفاقت بود محبت هم دلی بود رفاقت بود محبت هم دلی بود سلام ایدانه خدمت تک تک شما وطندارای عزیز و بخصوص چینل یوتیوب کاکتوس خدا کنه که همیتان جور سر سلامت باشین اید سید فطر از صمیم قلب برای همه شما مبارکباد میگم و یک اید بسیار پر از عشق و صمیمیت محبت داشته باشین سلام به تمام مردم عزیز و مر کجایی که هستن جور و صحت و سلامت باشن عید صمیم قلب برای ملت افغانستان مبارکباد گفته خدا کنه که عید خوب و خوش در کنار عزیزای دل خود داشته باشین وفای نازنین اگر یادت باشه که افغانستان بودیم این را چگونه سپری میکردی؟ کوتاه خب هیچ جای وطن نمیشه بیشک و عالم که جای هستیم فعلا وطن خود خطاب میکنیم یعنی که فعلا زندگی میکنیم مثل همو گذشته ها مثل همو سابقه ها انشالله که امید دارم پس دوباره برگردیم انشالله باران که شدی مپرس که این خانه کیست سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست باران که شدی پیاله ها را نشمار جام و قدح و پیمانه یکیست باران که شدی مپرس که این خانه یکیست بریم کابل یک مصاحبه کوتاه با کسی که او رو میشناسید هم از دیروز و هم از امروز از اینجا تا به کابل علیکم السلام و رحمت الله بخیر و سلامت باشی یه شهید فطر بر شما دوستان عزیز هموطنان گرامی تبریک میگم بخیر و سلامت باشین شکر از شما خب تشکر از شما از گذشته تا بیندیم ما برای آزادی و سربلندی مردم ما برای دفاع از ارزش های اسلامی و استقلالیت کشور ما برای حاکمیت یک نظام اسلامی مبارزه میکردیم که الحمدلله کارکردها و مبارزات دیروز و امروز ما همگی برای حاکمیت یک نظام اسلامی بود که الحمدلله با آرمان های ما تحقق یافت و یک نظام اسلامی حاکم شد مبارزه دیروز ما بخاطر آزادی کشور ما بود بخاطر استقلالیت کشور ما بود بر آزادی وطن ما بود از چنگال استعمار و فعلا که الحمدلله با ما آرمان های مقدس خود رسیدیم خب در مورد تحصیل بانوها یا دختر خانمها ضرورت است که در بخش های مختلف حتی در بخش نیروهای امنیتی ما هم ضرورت بر حضور بانوها داریم ولی یک حکمت شاید نهفته باشد که رهبری امارت اسلامی تا به این دم روند تحصیل دختر خانم ها را از صنف شش به بالا به تعلیق دار آوردن ما امیدوار هستم انشاءالله که مشکل حل شود در یک چارچوب قوانین الهی و شریعت اسلام با حفظ حجاب اسلامی که انشاءالله بارها ما ایره تذکر دادیم که در ارتباطی که ما با برادرها و مشورهایی که هستیم انشاءالله آنها ما امیدواری دادن مردم ما را که این مشکل حل میشه انشاءالله خب اید خو یک سنت الهی است یک روز ایام مقدسی است که ربطی برای جمهوریت و امارت نداره ولی برگزاری عید در یک نظام اسلامی و زیر یک چتر یک حاکمیت دولت اسلامی با حفظ امو قوانین و مقررات
شریعت اسلام، این شاید که لذت بخش باشه نسبت برای یک نظام جمهوریت که در او دین ستیزی بود و یک نظام اسلامی نبود. مردم بیشتر در یک نظام اسلامی برای اونمو طاعات و عبادات رب العالمین و حفظ و مراعات اصول دین اسلام بیشتر توجه میکنن نسبت برای یک نظام های غیر اسلامی. تشکر. خوب، مردم کسانی که در قبال وطن و مردم خود احساس دارن و مسلمانان واقعی هستن، بدون شک در کنار نظام امارت اسلامی و در کنار ما که به عنوان یک فرزندشان از آدرس مردم پنجشیر تاجیک در کنارشان هستیم، اکثرتا جوانان و مردم اگر ما مبالغه نکنیم فکر میکنیم که در کنار ما ایستاده هستند. بجز کسانی که اونها فکر مفکوره های خیالی دارن و یا اینکه مردمانی بودن که مجرمین سازمان یافته و به هر عنوانی که بودن، اونها به گناه های مختلف مخالفت با یک نظام اسلامی دارند که معقول و منطقی نیست. امارت اسلامی الحمدلله خودش یک نظام مستقل است و در رأسش علما است، شیخ الحدیث ها است و شیخ القرآن است، بخصوص شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله. رهبری امارت اسلامی با در نظر داشت قوانین و مقررات اسلامی خودشان تصمیم میگیرند. وقتی که ماه را ببینن روزه را اعلان میکنن و ماه را ببینن دوباره عید برای مردم مسلمان افغانستان روزش تعیین میکنن. کدام وابستگی بر ایران و عربستان و شرق و غرب ما نداره. خب، در مورد آقای سالم و ذرات خدا قبلا هم داشتیم، یک آدم بی صلاحیت و یک آدم مرتجی و در کل دشمن قوم و مردم خود. در مورد آقای احمد مسعود، آدم فریب خورده، آدمی که بجای از اینکه مردم پنجشیر برای وحدت و یک پارچگی و حمایت از یک نظام اسلامی دعوت کند، با دستور انگلیس و امریکا و غرب و فرانسه و دشمنان اسلام یک تعداد جوانان را برای بغاوت و سرکشی در برابر یک نظام اسلامی متاسفانه که تشویق میکنند. یه عمل کردشان مخالف احکام اسلام است. در مورد آقای مزاری، چون گذشته ها کسانی که رحلت کردن، نظر به حدیث شریف بر ما اجازه نیست که ما صحبتی داشته باشیم. اونها اگر خوب بودن یا بد بودن با سزای اعمال خودان رسیدن. با بسم الله محمد یک مامور نظام جمهوریت بوده، قابل بحث نیست. در کدام مقام و منصبی نبودن که ما در مورد ازوا حرف بزنیم. اونها در کنار آقای غنی که با جز خوش خدمتی خدمتی به مردم و وطن و قوم خود پنجشیر هم نکردیم. خب، شیخ صاحب امیر المؤمنین حفظه الله را همگی آشنا هستند، کسی که در راه اسلام برای حاکمیت یک نظام اسلامی، برای ایجاد یک حکومت اسلامی، برای استقلالیت کشور، برای دفاع از ارزش های اسلامی، خود و لشکریانش و مجاهدینش قربانیان بیشتر دادند که فرزند و اما میانه بگویم توته جگرش خدا در راه خدا، در راه اسلام فدا کرده. یک کسی که وابستگی به غرب و به کفار و به یهود و نصارا نداره و در برابرشان نظر به اظهاراتش تازهشانه که شما شنیدید برای تطبیق شریعت اسلام و دفاع از یک نظام اسلامی و حاکمیت یک نظام اسلامی آماده هستن. شیخ صاحب با تمام ما مجاهدینش در بازان اسلام که هستیم در کنارش، که اگر کفار بخواهد خواهشات نادرست و بی جایی داشته باشه و یا مداخله و اشغالی دوباره ارادش داشته باشه، در برابرشان ما می جنگیم. شیخ صاحب از نگاه علمیت، از نگاه تقوا شایسته امیر بودن بر مؤمنین و مسلمان ها هستن. بدون ترس و بدون تملق و بدون
چاپلوسی اگر بگوییم، کسانی که آشنایی دارند از نزدیک دیدنش، دیدگاه شیخ صاحب در برابر امت مسلمان جهان و بخصوص مردم افغانستان یک دیدگاه بسیار عالی و نیک است. بخصوص مردم پنجشیر خیلی برشان ارزش قائل هستند. همیشه ما از سخنان مولوی صاحب قدرت الله برادر بزرگ امیر ما شنیدیم بارها که شیخ صاحب ملاقات داشتین در مورد مردم پنجشیر، بسیار نظرات نیک و برای حقوق بالاتر نسبت برای بعضی، یعنی خود مردم قندار هم نسبت برای مردم قندار، حتی برای مردم پنجشیر شیخ صاحب ارزش قائل هستند، احترام قائل هستند و حقوق بیشتری برشان دادن. شخصیتی هستند که اگر آدم در موصف بندگی ایشان هرچقدر از تقوا و پرهیزگاری و از مبارزات اسلامیشان بگویه کم خواهد بود. خب غذاهای افغانی ما و شما خو غذاهای بسیار لذیذی است. ما فکر نمی کنم که در اکثریت کشورها غذاهای ما و شما را داشته باشند. غذای مورد نظر ما بیشتر با من تو یک ذره شوق علاقه بیشتر داریم و قابلی و همه چیزا هم ولی در کل همه غذاهای ما و شما مورد پسند و نظرست. یک سوال بسیار فکر میکنم در بین سوالاتون بسیار سوال مشکل هم ما سه بار ازدواج کردیم. خب ربط دارد بر اراده پروردگار عالم که اگر ما در راه خدا، در راه تطبیق شریعت اسلام، در حفظ ارزش های اسلامی ما پابند بوده باشیم و حمایت و رضایت پروردگار عالم با ما باشد، ما امیدوار هستیم که حکومت ما انشاءالله سالیان متمادی را در بر خواهد گرفت. اگر خدا نخواسته ما مورد غضب رب العالمین و اثر یک اعمال اشتباهی ما قرار بگیریم، باز هر حکومتی که به طرف استبداد و ظلم بره باز الله متعال ایوازش دیگر حکومت ها میره. ولی انشاءالله که نظر به عمل کرد مجاهدین و تطبیق شریعت اسلام و یک فضای اخوت و برادری و امنیت، امیدوار هستم انشاءالله که حکومت ما یک حکومت قائم و متداوم خواهد بود انشاءالله. متاسفانه ما خطابال با دیدار شیخ صاحب مبارک ما موفق نشدیم. امیدوار هستیم نظر به وعده ای که برادرها بخصوص مولوی صاحب قدرت الله وعده کردن که ما با تعداد از دوستا انشاءالله که تنظیم خواهند کرد وقت ملاقات انشاءالله خواهیم رفت. سلامت باشین. تشکر از شما هم باز هم عید برای شما و دوستا و هموطنان عزیز ما تبریک میگیم. خب پیام ما برای هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشوری است که نظام اسلامی یک فرصتی است برای مردم ما که بتوانیم ما کشور خدا به طرف رونق و پیشرفت و ترقی و رشد اقتصاد سوق بتیم انشاءالله. پس از سالیان متمادی که جنگ و بدبختی در افغانستان بود، جوانب مختلف که مردم خود افغانستان بودن قربانی دادن، بدبختیش ربط میگیره برای خود مردم افغانستان، از یتیم و بیوه و کسانی که متضرر شدن، این همه مردم افغانستان هستند. پیام ما برای مردم افغانستان، برای هموطنان عزیز ما در داخل و خارجی است که فضای اخوت و برادری را حفظ کنند، به عناصر بغاوتگر و عناصر مفسد، به کسانی که هدف مقدس ندارند، منافع شخصی و در کل میخواهند که با سرنوشت جوانان و مردم افغانستان بازی کنند به خاطر گرفتن چند پولی از استخبارات اجنبی، فریب از اینها را نخورند. بیاین نظرات نیک خود، مشورای خود با مسئولین امارات اسلامی داشته باشند تا بتونن که بعد از سالها جنگ و بدبختی ما کشور خود همچون کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی از نگاه رشد اقتصادی و از نگاه رشد تجارت و آبادی ما انشاءالله بتانیم که سوق بتیم و ترقی کنیم و پیشرفت کنیم در چهار چوکات قانون شریعت اسلام.
جنگ و بدبختی ثمره بجز قتل و قتال بجز نابودی فرهنگ و نابودی مردم ما دیگه ثمره نخواهد داشت. اون هم اگر در راه مقدسی باشد در دفاع از ارزش‌های اسلامی در دفاع از مقدسات و در آزادی کشور از چنگال کفر و استعمار یکی یک نتیجه مثبت خواهد داشت. ولی اگر بر منافع چند فرد مافیایی باشه بجز از اینکه خسر دنیا و آخره شویم دیگر سودی نخواهد داشت. مردم ما تجربه کردن سالها 20 سال نظام جمهوریت بجز فساد بجز بدبختی و جنگ دیگر چیزی نبود. امروز مردم یک فرصت مناسب برشان فراهم است که در کنار یک دیگر در یک آرامش در یک فضای برادری زندگی کنند. و در کل برای همه هموطنان عزیز خود میگم که بدترین مرضی که در قلوب بعضی ها هستند تعصب از قوم پرستی است، جهالت است. این مرض بدبوی نسبت به معنای حدیث شریف از قلبای خود دور کنند. پشتون و تاجیک و ازبک و هزاره با هم برادرانه زندگی کنند و یکی دیگر نور چشم خود بدانند. اگر ما این تعصب و بدبختی را از قلب و قلوب خود دور کردیم ما میتونیم به آرمان های مقدس خود انشاءالله با مو چیزی که آرزو داریم که وطن ما با اون طرف برسه انشاءالله که تعصب نباشه، ستم نباشه و سرکوب و خود برتری جویی نباشه انشاءالله که به این آرمان های مقدس باید قایم رسید. در کل برای خود و مردم افغانستان برای هموطنان عزیز ما در داخل و خارج از کشور عید خوب و خوش و زندگی خوب و بهتری آرامی را از بارگاه رب العالمین تمنا داریم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملت مظلوم و سربلند افغانستان، خانواده معظم شهدا و مهاجران دور از وطن، ملت در بند افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرا رسیدن عید سعید فطر را به همه مسلمانان جهان خاصتا مردم مسلمان افغانستان تبریک و تهنیت گفته از خداوند متعال. آرزو دارم که این عید سرآغاز روزهای خوب و خوشی برای مردم افغانستان باشد و آتش جنگ و نفاق و آتش سرکوب و اختناق از کشور ما برداشته شود و ملت ما در پناه اسلام و در چوکات قوانین نافذه کشور که به تصویب ملت افغانستان رسیده است روزهای خوش را آغاز کنند. اما برادران و خواهران، شرایط جهان به گونه است که ما در این آستانه عید به قضایای بسیار مهمی در جهان اسلام متوجه هستیم. مسئله افغانستان مسئله هست که تا هنوز سایه جنگ و سایه استبداد بر افغانستان حاکم است و ملت افغانستان بیش از یک چهارم آن در بیرون از افغانستان مهاجرند، چه در ایران، پاکستان، کشورهای اروپا و خارج از اروپا و قاره‌های مختلف جهان. و این یک روزگار سختی برای ملت افغانستان است. کسانی که از کشورشان دورن و از کشورشان آواره هستند و رنج دوری از وطن را میبینن و کسانی که در داخل افغانستان هستند زیر فشار، ترس و جنگهای روانی به سر میبرن، این روزگار هیچگاه مطلوب نیست برای ملت افغانستان. امیدوار هستم که جهان و منطقه متوجه این قضیه شده باشند که قضایای افغانستان بسیار جدی است. نیمی از جامعه افغانستان که زنان است به هیچ وجه در سرنوشت مملکت ندر هر سه اقتصاد، سیاست و تعلیم و تربیه حضور ندارند و احزاب سیاسی و اقوام با هم برادر کشور نیز در انزوا رفتند و یک حلقه خاصی بر افغانستان
با ایدئولوژی خاص حکومت میکنن که با هیچ گوشه از جهان و هیچ قانونی از قوانین بشری سازگاری ندارد. و از سوی دیگر در سطح منطقه و جهان مشکلات دیگری هم هست که ما اگر حساب کنیم از مشکلاتی که در دور و نزدیک جهان است، در رأس همه مشکلات فلسطین است که نزدیک 6 ماه است ملت فلسطین در زیر ضربات دشمن اشغالگر خرد می شوند. رژیم اسرائیل با تمام تسلیحات پیشرفته و با بمب‌های هدایی آمریکا، بمب‌های سنگرشکن و 2000 کیلویی که ده‌ها هزار تن از این بمب‌ها را آمریکا به عنوان تحفه پیشکش اسرائیل کرده تا فلسطینیان را قتل عام کنند. و این بسیار درد خطرناک است برای جهان اسلام و برای بشریت. بیش از 32,000 نفر مستقیماً به شهادت رسیده، نزدیک به 8,000 نفر در زیر آوارها مدفون است و نزدیک به 80,000 نفر مجروح است. 2 میلیون مهاجر از منطقه غزه به رفح و نواحی مهاجر شدند و شب و روز روزانه 200 تا 300 نفر کشته و زخمی دارند مردم فلسطین. و بودجه این جنگ را و بمب‌های 2000 کیلویی جنگ را آمریکا به اسرائیل می‌دهد. و از سوی دیگر آمریکا هم ادعای حقوق بشر و حقوق زن و حقوق طفل می‌کند. ملت‌های جهان، مسلمانان جهان بیدار شوید. آمریکا یک اژدهای جهان خوار است. یک رژیم جنایتکار است که هم جنایت می‌کنند و آدم می‌کشند و هم دست‌هایشان را شستشو داده از خون مردم به جهان نشان میدهد که دست ما پاک است، در حالی که پشت همه جنگ های جهان امریکاست، خصوصا پشت قتل عام های فلسطین و پشت قتل عام های غزه که توسط اسرائیل سرانگشت جنایتکار امریکا انجام میشه. این قضایا برای جهان اسلام در آستانه عید برای ما بسیار دشوار است. به هر حال عید سعید را با همه این مشکلاتی که داریم به ملت افغانستان و ملت‌های مسلمان تبریک عرض می‌کنم. خداوند انشاءالله که این روزها را برگردانه و روزهای خوش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر کس خاطره‌های فراوانی از ایام عید، جشن، نوروز و همه برنامه های سرور دارند. اما خاطره های من، مختار لشکری، در 20 سال اخیر همیشه به دیر رسیدن به خانه در ایام عید، در ایام نوروز، همیشه به دیر رسیدن و یا نرفتن، حتی وقت نداشتن برای دید و بازدید عیدی هست. به دلیلی که ما از 1 ماه قبل از عید با همکاران در درون تلویزیون جنگ داشتیم برای برنامه های عیدی که در این برنامه عید اول موسیقی باشه، قرصک باشه، اتن باشه، رقص باشه، آواز باشه، مصاحبه با وکیل باشه، با وزیر باشه، چه باشه. در همین جنگ ها بودیم برای شروع در یک برنامه عید که به یک باره تمام شد به دلیلی که از در و دیوار ریختند و نوروز را حرام کردند، عید را محدود کردند و خیلی کارهای دیگر. اما یادم میاد در همه شب و روزها یکی از موسیقی هایی که ما تقریبا در اکثر برنامه های ایدی خود داشتیم موسیقی بدخشانی بود، موسیقی از بدخشان که با او لحجه زیبای بدخشانی ها و با او موسیقی ناب بدخشان همیشه مورد توجه بیننده ها بود. ما هم در این برنامه ایدی خواستیم که از ایتالیا بریم با بدخشان، البته طوری که کسی نبینه که ما رفتیم بدخشان و موسیقی بدخشانی بشنویم. حاضر هستید؟ موسیقی بدخشانی بشنوید. گردنتان بسته اگر در کابل هستید و در افغانستان صدای موسیقی رو زیاد بلند نکنید. ما راضی نیستیم شما به خاطر دیدن برنامه ما غمچین بخورید. سپاسگزار. موسیقی بدخشانی. ای خدا
خواهم نبخشاید ترا این چی رسم دوستی باید چرا خوش نمون داری داری داری
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز و گرامی در هر گوشه از جهان که تشریف دارید، در داخل کشور باشید و یا در خارج از کشور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اختتام ماه مبارک رمضان و فرارسیدن عید سعید فطر را از عمق دل به همه تان تبریک و تهنیت عرض می دارم. روزه و نمازتان قبول، صیام و قیامتان قبول، صدقاتتان قبول داخل حاجیها و قاضیها. روزهای خوش عید را برای همه تان آرزو دارم. هموطنان عزیز، همچنانی که بعد از هر ماه مبارک رمضان که ماه قبول شدن عبادات است ولی ماه سختی ها هم است، روزای خوشی عید متوقع است. یعنی که بعد از هر سختی آسانی هست و بعد از هر مشکل روزهای خوب پیش روی است. یکی از مشکلات عمده مردم ما و شما که فعلا تقریبا همه مردم ما با او دست به گریبان هستن، دوری از وطن و دوری از خانواده هاست. تقریبا ما از دوری، تقریبا همه مردم ما از دوری اقارب رنج میبرند. یکی بر سه مردم ما خارج از کشور هستند و هم در یک کشور نیستند، یک خانواده در چندین کشور زندگی میکنه. همیشان آرزو دارند که پس به خاک خود بیند، در کشور خود باشند و عید یک جا با خانواده و با خیش و قوم و با قارب و با همشهری خود یک جای بگذرانند. ولی مشکلات هست و این دوری از قارب زیادتر در روزه عید محسوس است. امید است که قبل از فرارسیدن عیدهای آینده خداوند رحم کنه و همه مردم ما در کشور خودشان، همه خانواده ها یک جای در کشور خودشان با مردم خودشان ماه مبارک رمضان سپری کنند و بعدش عید سپری کنند. با امید روزهایی که در کشور عزیز ما شاهد تمثیل اراده جمعی مردم ما باشیم. با امید روزهایی که ما شاهد رفع هر نوع تبعیض باشیم، اگر در برابر خانما هست، دخترها هست، اقوام هست. با امید روزی که ما صاحب افغانستان آزاد، مستقل، متحد و متمول باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در کنار موسیقی کمی طنز هم بشنویم و ببینیم. طنز البته همیشه نمیتونه فقط برای خندیدن باشه. گاهی طنز یک پیام خیلی قوی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی هنری میتونه باشه به گوش حاکمان یک کشور. و طنز امشب برنامه کاکتوس اید دقیقا یک اعتراض طنزی است، البته یک طنز فاخر اگر نامش را فاخر بگذاریم و اگر به سلیقه شما هم وطنان عزیز باشه. طنز امشب برنامه کاکتوس اید درباره یک واقعیت، شاید یک واقعیت از حاکمان امروز افغانستان باشه. امیدوار هستیم که شهرنشینی قدر تانسته باشه، تأثیر گذاشته باشه که حداقل تحمل یک طنز را داشته باشه. من میگم هر چندی که شاید به خیال خودشان حقیقت نداشته باشه. طنز امشب را ببینید، کیف بود. خدا که یاو بسیار خوب چیز بوده، چند سال میشود که داخل یاو درون نشده بودیم. وای وای. امیر صاحب توبه میکنم، توبه میکنم، بکر من نبود که شما داخلی ها ششتین، دوست هستین؟ امیر صاحب من نفهمم که دوست دیدن لابر بسیار گناه داره. من لابرادر لوش دیدنی رهبر که تنداری باشه گناه که نداره، یه چی بسیار ثوابم داره. ولی بگو چی میگی، برای چی آمدیه؟
امیر صاحب عید را چه وقت اعلام کنیم؟ ما زمو خاطر آمدیم. امیر بکای ما چه وقتی اعلام کردن؟ امیر صاحب ترکای ایرانی و سعودی تن به امروز و سبار عید گفته. خواه خواه عید گست ما 3 روز بعد را عید اعلام میکنیم. امیر صاحب 34 روز روزه بگیریم. سوار داره پیش لفتای خودم کم نمیاییم. امیر صاحب اگه سراج به کابل عید اعلام کنه بس چکار کنیم؟ سراج من میگم تیما شو خواه پدری تا دیدم او گفت که 34 روز روزه بگیرین. ملا برادر تو لفیکی مسته ما به تو لازم میگم ما امروز داخل تشتیه و گرم سیشتیم. دکتر برای ما گفت که ما باید 3 روز داخل تشتیه و گرم بشینم تا چرکای 3 ساله ما نرم شوه. باز خود کیسا کنم باز خوب خود کیسا کنم. ملا برادر تو هم برو به کابل به تمام کابینه بگو که 3 روز داخل تشتیه و گرم بشینه تا چرکای 3 ساله ایشان نرم شوه. بگو که فرمان امیر است. پس زنده باشید امیر صاحب و که کدر خوب فتوا میدین. خوش هست ما میرم و میرم به کابل. ویا لا جان ولا کسی میکابینه میامد کلی سان به کندهار میامد. یک تشتیاوی گرم میبودی کل معلوج میبودی انس میبود یاکوب میبود سراجم میبود. دیگه یکمی ملا مدسن نمیبود. ملا مدسن خو ما به تشت خود را نمیدیم بند کمود چرک بیماند ولا چی مزه میداد. ویا لا جان از راه دور آمدی چنو صبور آمدی خسته نباشی مانده نباشی باش که خوتن برتنه گوی وطن برتنه خسته نباشی مانده نباشی گل به گلستان آتش به زمستان ماهی به دریا آهو به بیابان اما منو تو زیبه همین دل بره افخون از هم نزیاد و نکمیم دل بره افخون. سلام هموطنان عزیز بخصوص بینندگان نازنین چینل یوتیوب کاکتوس، امید دارم هر جای دنیا هستین خوب صحت سلامت باشین. فرا رسیدن ایام عید به تمام شما عزیزان تبریک میگم و امید دارم تمام زندگیتان مثل روزهای عید پر از صفا و صمیمیت باشه. عید شما مبارک، اختر مو مبارک. یکی از کارهایی که ما رسانه‌ها در افغانستان انجام دادیم در طول مثلا 20 سال گذشته این بود که جوانان با استعداد را شناسایی کنیم در هر جای افغانستان در هر ولایتی که هستند و آنها را معرفی کنیم به مردم افغانستان و این طرح خیلی خوب پاسخ داد. یکی از کارهایی بود که هم در قسمت ورزش و هم در قسمت هنر تانست که خدمت خیلی بزرگی به جامعه افغانستان کرده باشه. هرچندی که امروز به دلیل توفیق اجباری که نصیب مردم افغانستان شده و حاکمان فعلی همه آن داستان ها متوقف شده، اما مایی که در بیرون از افغانستان هستیم و اصلا بیرون شدیم از افغانستان تا مبارزه را ادامه بدیم که نباید بایستیم. در همین کنار ما شما نمیبینید، من میبینم، در همین کنار ما در آلمان 2 تا جوان هستن با استعداد درجه 1 موسیقی میزنن. باب دلتان بشنوید.
سلام وطنداره عزیز، سلطان خانجرگونش هستم. انشالا گجور ساعتمند باشین، یکی از سینماگرایتان در ترکیه. عید سعید فطر از صمیم قلب به هموطنان عزیزم تبریک میگم و برنامه کاکتوس برنامه مختار لشکری عزیز ما را فراموش نکنیم دوستای عزیز در یوم عید. انشالله که همیشه همگیتان موفق باشین، خوش باشین، همگیتان دوست دارم. یک دیالوگ ترکی براتون بگویم که من حاکم نیل و فرات الملک ساحل سلطان بایبرسان هستم. با شمشیرم، با قدرتم ریزاندم خون ظالمان آمدم. ماه رمضان را میگن که ماه مهمانی خداست و روزه هم میگیریم. در مهمانی ها معمولا سفره میاندازند، 70 رقم خوردنی، آشامیدنی، اما در ماه مهمانی خدا اتفاقا سفره ها جمع میشه، محدود میشه تا به یاد خدا باشی. مهمانی خدا این گونه است، دلتان مهمان است، نه شکمتان. خدا کنه که در این یک ماه شما از مهمانی خدا بهره‌مند شده باشید و همه ما شناخته باشیم که خداوند کریم است، خداوند رحیم است، خداوند بخشنده است، خداوند متعال است و همه ما فهمیده باشیم که خدای من افغان یا من افغانستانی، شما ناراحت نشید، با خدای سوئیسی، با خدای یک شهروند آمریکایی یکی است. اما انتخاب های ماست که اشرف غنی میشه رئیس جمهور ما، اونو آدم میشه رئیس جمهور سوئیس. سوئیسی مهاجر نمیشه، اما ما مهاجر میشیم. گردن خدا نندازیم، و دلیلی که خدای ما با خدای سوئیسی یکیست. از اشرف غنی یاد کردیم، یک کارزار انتخاب بدترین سیاستمدار 10 سال اخیر افغانستان در کابل براه انداختیم. شب گذشته دیدید، امشب هم 4 نفر را به مردم برای مردم به انتخاب میگذاریم. 2 نفر از میان کسانی که امشب بیشترین رأی را میگیرن به عنوان بدترین سیاستمدار 10 سال اخیر، با 2 نفری که از دیشب بودن میرن به فاینال فردا شب. فاینال چه فاینالی شده بین یک مشت سیاستمدار که انتخاب ما شما ببینید. هموطنان نهایت عزیز، سلام و احترام خدمت تک تک شما. امیدوار هستم هر کجای که هستین جور صحت مند و سر حال باشین. خوش آمدین به بخش برنامه ما و عید سعید فطر. البته من صمیم قلب باز هم براتون تبریک میگم. امیدوار هستم تا این لحظات که عید گذشته خوب گذشته باشه و لحظات پایانی را هم که میسازین خاطرات خوب خوش بسازین. و امروز ما باز هم آمدیم تا اینکه نظریات مردم را راجع به سیاستمدار یک دهه اخیر افغانستان، البته بدنامترین سیاستمدار، راجع به او نظریاتشان را جمع‌آوری کنم. پس امروز هم مرا تعقیب بکنین و این بخش برنامه را بیننده باشین و ببینیم که کدام سیاستمدارها امشب میتونن رای خوبتر و بالاتر را بگیرن. مرا تعقیب بکنین و ببینیم با هم. خب ازان اینجا یک از هموطنان ما هستن که میایم امروزشان صحبت میداشته باشیم و نظرشان رو میپرسیم در مورد سوال که ما داریم ازشان. البته نه تنها ما، که میگی سوال دارن، میخوایم بفهمیم که اینا چی نظر دارن. سلام علیکم، وقتتان بخیر. وقت بخیر. خوب هستید؟ زنده باشین، سلامت. چطور میگذره کار و بار روزگار؟ حالا شکر است روزگار خوب میگذره. خب من یک نظر سنجی میکنم، البته از همین که از شما هم نظر میپرسم که در یک دهه اخیر افغانستان بدنامترین سیاستمدار کدام یکی بوده؟ آقای اشرف غنی، گلبدین حکمتیار، کدام یکی بدنامترین بوده از نظر شما؟ البته والا چین یک چیز گفتی که این انتخاب کردنش بسیار مشکل است. خب باز از چی لحاظ انتخابش مشکل است؟ خود اگر اما گلبدین سایز بدنامتر است؟ از میان گلبدین حکمتیار و اسماعیل خان کدام یکیشان؟ اسماعیل خوب آدم است.
اسماعیل خان بدم است بدنامتر کلاب بدنامتر همی در نظر ما خمی است امی گل بودین اکمت یار است خیلی تشکر زنده باشین تشکر از که وقت گذاشتین زنده باشین بابا ازان امشب در برنامه یک نوآوری شد البته ما فکر میکردم شاید از جمع کسایی که ما دیشب انتخاب کرده بودن امی وطنداره ما شاید از جمع از اونها یکشان بیشتر رای بگیرن اما امشب یک نفر دیگه هم به جمع اضافه شد باشین که مردم های دیگه چی میگن نظریات مردم دیگه چی خواد بود میریم به سمت دیگه وطنان ما که اونا چی نظر دارن خب هموطنان ما تمامشان هر جا مصروف کاربار خود هستن خب ما یک مزاحمت میکنیم بخاطر نظرسنجی که داره سلام علیکم وقت بخیر یک کمه که پیش بیاین امرایتان یک صحبت داشته باشیم خوب هستیم سلامت باشین بخیر باشین زنده باشین اسمتان؟ مجیب مجیب جان مصروف کاربار تان نگمی هست میوه فروشی هست چطور میگذره کاربار تان خوب است؟ خوب میگذره بخیر باشه شکر است حالات زندگی تان خوب میچلان از روز روز خدا را شکر است میگذره از قبل این کسب کار تان بوده؟ قبلن تقریبا 10 سال میشه که این کار کسب بسیار خوب همه از همی 10 سال که گذشته که شما همی کسب کار دارین من از این 10 سال میخوایم سیاست مدارش از شما پرسان بکنم که کدامش از نظر شما بدنام ترین است؟ بدنام ترینش من عکس براتون نشان میدم شما باشه مشکل نیست دکتر صاحب عبدالله هستن و دکتر صاحب دکتر صاحب اشرف غنی دیگه خب چی کنیم دیگه چی بگیم از نظر شما به نظر شما بدنام است خب بود اشرف غنی بدنام اشرف غنی بدنام است خب از میان اشرف غنی و جنرال دوستم هیچ کدام کدامش بدنام است؟ هر دوش یکیش خواهد من زیادتر است خود زیادترش اشرف غنی بود اشرف غنی بود خب ما نظریات مختلف مردم را جمع آوری کردم میریم و اینجا که از هموطنان دیگه ما است که ما ببینیم که اینا چی میگن در مورد سوال که ما داریم سلام علیکم وقتتان بخیر و علیکم سلام خوب هستین انشاءالله شکر بده اسمتان؟ میراکم هستم بسیار خوب کاکو جان ما یک سوال میپرسم از تان البته تصاویر نشان میتون بر ما بگین که بدنام ترین سیاست مدار یک دهه اخیر افغانستان کدام یکی از اینا بوده تصاویر ما بر تان نشان میتون شما انتخاب بکنین از میان اشرف غنی و اسماعیل خان کدام یکی بدنام ترین بوده چی بود؟ بدنام والا اشرف غنی دیگه خائن برآمد به خاطر که ما را فروخت کل مردم را فروخت به خاطر که کار بار نیست باشین که من از تصاویر دیگه هم برتان نشان میدم از میان اشرف غنی و دکتر عبدالله کدام یکشان؟ دکتر عبدالله خان عباد هم وطن فروش نبود من در وطن پایید هرچی که بود یه خراف هرچی که زور میزد که من ایتر میکنم و تر میکنم آخر مانده که بیادر کن دکتر عبدالله او آقای کرده همه افغانستان خاکش قبول بود ببینیم اینجا هموطنان دیگه ما مصروف چی کاربار هستن و همطور نظریاتشان هم پرسیده بریم اینجا یک از هموطنان ما هستن سلام علیکم بکر جان وقت بخیر هستی خوب است سلامت باشین خوب هستین انشاءالله باشی آرام باشی زنده و سلامت باشین کاکر جان ما استان میخوایم یک نظرتان رو پرسان کنم البته شخصی که در یک دهه اخیر یا در سال اخیر بدنام ترین سیاست مدار افغانستان کدام از اینا بوده تصاویش برتان نشان میده شما انتخاب بکنید لیکن از بگیم از یک کسی ما خوشی ندیده ایم یک کسی ما کدام کمک و کدام راحتی ندیده ایم کل شمی خانتکارا و کل شمی به نفع خودی چی بود خب خود به خیش خود به می نفع خود اینی بود امید کمکم که می با می وکیلا و چه به خود میزنه و به قوم خود میزنه به خیش خود میزنه با مستحق کس به وانه میگه خب ما تصاویش نشان میده شما یکی شده بین نشان برتری بتین و هر کدامش که به نظر شما بدترین است امور انتخاب کنین درست است آقای دکتر عبدالله عبدالرشید دوستم کدامش از نظر شما بدنام است دوستم خب یکی از بدترین از کلگی بود عبدالله شو ازل قیاد باز امی کل شوالا که یک شم بدترین خواه می دوستم بود دوستم بود خب در بین دوستم اشرف غنی کدام شم
که زیاد بود همی دوستم خود زیاد بود اشرف غنی هم بود خود دوستم زیاد بود دوستم زیاد بد بود به نظرتان دوستم خود بیخی تو ظالم دی چه بود که من کل افغانستان الله کو تباه کرد خب در بین اسماعیل خان و دوستم کدامشان حالا اسماعیل شان دی چی بود دوستم خوب کلگی از بدترین بود خود اسماعیل ور هم در پشتش بود یا خوب نبود یعنی دوستم در اول دیگه به نظر شما بدترین است اول ظالم بود که از این قدر دیگه ظالم هیچ نبود خب پیامتان چی است برای همی دوستم که گفتین بدترین سیاست مدار یک دهه همی دوستم پیام همی است که همی ظالم که دیگه هیچ در چه حق افغانستان حکمت تو دیگه در هیچ چیزا دست نزنه اگر بتانین برش یک جزا تعیین کنین چی جزا تعیین میکنین؟ جزای شخوا کرده دست ما باشه خویی را بیخی همی از ادامش کنه خوب است ادامش کنه؟ یاد دست ما باشه ما ادامش کنیم خودتان ادام میکنه؟ یه خود کل مسلمان را زنده با ایچی کده زیر خاک کده درست سلامت باشین کار روزگار خوش کنم کشان بخیر باشین خب وطنان عزیز قرار که ما نظریات مردم را جمع آوری کردیم نظریات مردم قسمه است که باز هم عمود دو سیاست مدار ما که در برنامه قبلی بالاترین رای برده بودن در جمع بدنامترین سیاست مدار یک دهه اخیر باز هم عمود دو شخص بالاترین رای بردن که یکیشان آقای اشرف غنی است و دیگرشان عبدالرشید دوستم است که تانستن باز هم بالاترین رای را بگیرن حالا یک برنامه دیگه فرصت داریم که ببینیم نظریات مردم راجع به سیاست مداران دیگه چی هست و ما قرار است تصاویر دیگر هم تبدیل بکنیم ببینیم که دیگه کس هم پیدا میشه در بین که بدترین سیاست مدار یک دهه اخیر شناخته شده یا همی دو شخص یا هم بگویم یکیشان باقی میمانند تعقیب کننده باشین تا برنامه بعد باز هم ما البته برنامه بعدی برنامه سرنوشت ساز است که تعیین میکنه که کی مقام اول را کسب میکنه امیدوار هستم بیننده برنامه باشین و تا فردا شب هم منتظر ما باشین تا برنامه بعد الله نگهدارتان بسم الله الرحمن الرحیم درنو وطنوالو د کوچنی اختر در را رسیدو له عمله تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم د لوی څښتن تعالی له دربار څخه ایله او استدعا لرم چې د تاسو طاعات عبادات او دعاګانې قبول او منظور وګرځوي مردم شریف و نجیب افغانستان عید سعید فطر را به شما از صمیم قلب تبریک میگویم از بارگاه ایزد منان استدعا و آرزو دارم تا طاعات عبادات و دعاهای شما را قبول و منظور فرماید مردم افغانستان یک بار دیگر در روز یا در حالت به استقبال عید می روند که متاسفانه کشور هنوز در آتش نفاق ناامنی استبداد ظلم و حق تلفی بسر می برند مردم افغانستان در هر کجای از این کره خاکی که قرار دارن چی در داخل افغانستان و چی در بیرون افغانستان بعد از رنج و تحمل بیشتر از 4.5 دهه جنگ در افغانستان مستحقن تا روزای شاد و مرفعی را داشته باشند. متاسفانه قراردادها، موافقتنامه ها و تعهداتی که در بیرون از افغانستان شکل گرفتن و در شهرهای بیگانه شکل گرفتن به هیچ صورت نتوانسته است رفاه، صلح، امنیت و عدالت را برمغان بیاورد. همان طوری که موافقتنامه راولپندی، موافقتنامه بن نتوانست در افغانستان صلح و ثبات را تامین کند، متاسفانه موافقتنامه دوغه که از طرف طالبان با ایالات متحده آمریکا منعقد شد، نتوانست صلح، امنیت، رفاه و آسایش را به مردم افغانستان برمغان آورد، بلکه وضعیت بدتر و بدتر شد. افغانستان جایگاه خود را در میان ملل متمدن دنیا از دست داد. افغانها در هر گوشه ای از دنیا که قرار دارند آن عزت و حیثیت و سربلندی سابق را ندارند. بنابراین قرارداد باید با مردم افغانستان بسته شود. مشروعیت باید از میان و متن مردم افغانستان برخیزد. هیچ نظامی بدون اراده و بدون حمایت و بدون در نظر داشتن خواستها، نظریات و آرای مردم افغانستان نمیتواند دوام بیاورد. بنابراین بستن قراردادها با خارجی‌ها و طلب حمایت
از خارجی ها و طلب مشروعیت از خارجی ها هیچ درد را نمیتواند دوا کند. قرارداد باید با مردم افغانستان بسته شود. حقوق، عزت، حیثیت، کرامت و آزادی های مردم افغانستان مورد رعایت و مورد حمایت قرار گیرد. نیمه از نفوس افغانستان زنان و دختران در بدترین شرایط زندگی قرار دارند. آنها از تمام حقوق انسانی و مدنیشان محروم شدند. تاریخ بشریت و تاریخ تمدن اسلامی هیچگاه چنین ظلم، اجحاف، تبعیض و اپارتاید را به خود ندیده است، چیزی که امروز بر علیه زنان آزاده، مؤمن و پاکدامن افغانستان جریان دارد. با امید روزی که مردم افغانستان در سایه قانون و در سایه امنیت و رفاه و عدالت با حقوق مساوی برابر زندگی آبرومند و باعزت داشته باشند. تمام اقوام افغانستان بدون در نظر داشته سمت، ولایت، زبان، مذهب و جنسیت حقوق مساوی داشته باشند و بتوانند در شکوفایی کشور خود و در آرامش مردم خود استعدادهای خود را به کار ببرند. با امید روزهای بهتر برای مردم افغانستان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ما مردم افغانستان که در کشوری زندگی میکنیم که همیشه گفتن مثل یک باغ هست که گلهای رنگارنگ داره، اقوام مختلفی هستیم که سالها خوشبختانه تانستیم در کنار یکدیگر با صلح و صفا و آسایش و آرامش و همدیگر پذیری و برادرانه، والا چه دروغ بگویم در این شب اید گناه داره زندگی نکنیم، یعنی بیشتر جنگیدیم با یکدیگر. اما خب هر صورت از همه داستان ها بگذاریم، خدا کنه که همدیگر را قبول داشته باشیم. اتفاقا یکی از اون رشته هایی که در عرصه های مختلف جنگ بوده موسیقی بوده. دوستان پنشیر ما میگن که موسیقی قرسک نابترین و خوبترین موسیقی است، نداریم بالاتر از قرسک. دوستان سمت جنوب افغانستان میگه اتن را دیدید؟ ندیدید. اتن را دیده باشید قرسک یادتان میاد. اما در میان همه اینها یک آدم از استرالیا به نام شگیب سوزان موسیقی هزارگی براتان خوانده. بشنوید، جنگ که ندارد، موسیقی هزارگی. دل می شک پا بنده تو باشو چمورا با گلو بنده تو باشو چمورا با گلو بنده تو باشو دل می شک پا بنده تو باشو چمورا با گلو بنده تو باشو چمورا با گلو بنده تو باشو دل می شک دس مال سفید چم همیشه با کجک بنده تو باشو همیشه با کجک بنده تو باشو ریز گگا شیرین گا اندولا گا اندولا گا مایدا گا گا پس بارا پیش بارا پس خود تو خو پیکای دارا پس خود تو خو پیکای دارا رسیدم بر سر کوتال سیغان بدیدم شیخ علی و بوت بامیان بدیدم شیخ علی و بوت بامیان تمام ملک ترکستان گشتم ندیدم کس بمانندی پری جان ندیدم کس بمانندی پری جان الو ریز گگا شیرین که اصلا که میده گگه پس باره پیش باره
پس خود دوخت و پیکی داره، پس خود دوخت و پیکی داره. شادانشی شادانشی مویاشی تیت پرک بله شادیشی مویاشی تیت پرک بله شادیشی مویاشی تیت پرک سر تا بزانو تا بزانو هر کس بد را کنه غم ده خانشی هر کس بد را کنه غم ده خانشی ریز اگا مید اگا الو چوچگاتا هندولاتا پس بارا پیش بارا پس خود خو پیکی دارا پس خود خو پیکی دارا رسیدم بر سر کوتل سیغان بدیدم شیخ علی و بوت بامیان بدیدم شیخ علی و بوت بامیان تمام ملک ترکستان گشتم ندیدم کس بمانند پری جان ندیدم کس بمانند پری جان ریز اگا گا اندول اگا الو چوچا گاگا نازو گاگا پس بارا پیش بارا پس خود دوخ کو پیکای دارا پس خود دوخ کو پیکای دارا بسم الله الرحمن الرحیم ملت نجیب افغانستان سلام و احترامات مرا که از صمیم قلبم نشأت میگیرد بپذیرید. من در حالی که صمیمانه ترین تبریکات و تمنیات نیک خیش را به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر برای فرد فرد شما تقدیم میدارم، از دربار الله جلت قدرته به دست دعا نیازمندم که طاعات و عبادات شما را قبول و منظور درگاه خود بگرداند و لحظات مملو از خوشی، صحتمندی، آرامش توأم با پیروزی های بیشمار برایتان موهبت بفرماید. یک عید قشنگ، یک لب خندان، یک تن سالم، یک دل خوش. دعای شب و روزی من برای شما ملت سرفراز افغانستان می باشد. برادران و خواهران مسلمان من، امیدوار هستم که در این ایام خجسته یتیمها، بیوها، فقرا و معیوبین را فراموش نکنید و از آنها دستگیری نمایید. رای نیک مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر. هر روزتان عید، هر عیدتان شاد و هر شادیتان بی پایان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاسگزار که در این سه شب ما را دنبال کردید، میکنید و خواهید کرد و من امیدوار هستم که داشته های مجموعه کاکتوس باب میلتان بوده باشه، به دلیلی که ما هر آن چیزی که در توان داشتیم به طبقه اخلاص گذاشتیم تا شما هموطنان عزیز در سه شب عید سعید فطر با سایر هموطنانتان که در بیرون از افغانستان هستند
ارتباطی برقرار کرده باشید. موسیقی داشتیم، طنز داشتیم، مصاحبه داشتیم، صحبت داشتیم. امیدوار هستم که همه مورد پسندتان بوده باشد. فراموش نکنید که ما فردا شب هم به توکل خداوند بزرگ با شما خواهیم بود و از طرف دیگر از هفته آینده کاکتوس به روال عادی خود برمیگرده انشاءالله و باز هم مصاحبه هایی که اکثرا با سیاستمداران افغانستان خواهد بود. پیام شما، پسندیدن شما که به انگلیسی لایک میگن، انگلیسی میگن، مورد دلگرمی همه مجموعه کاکتوس است. برای ما پیام بگذارید، ما را بپسندید و بزرگواری خودتان. خدا نگهدار، خداوند همراه. ما رویاهای شما را در کشور جذاب ترکیه به واقعیت تبدیل می کنیم. از لحظه انتخاب لباس عروس تا سفر شیرازه شما، ما با شما هستیم. ما در انتخاب هتل، بهترین سرویس غذایی، خاص‌ترین لباس، نوب‌ترین گلسازی، بهترین پرودکشن به خاطر تصویربرداری محافل شما و انتخاب آوازخوان‌ها، ما با شما هستیم. با ما خاص باشید. همچنان افغان ترک میشن خدمات خریداری خانه و وسایل، خدمات صحی، ساخت اعلانات بازرگانی، برگزاری کنسرت ها و همچنان خدمات انتقال اموال و اجناس شما از ترکیه به افغانستان، اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای آسیایی را دارد. افغان ترک میشن دریچه حل مشکلات شما.